برخوش یه معبدی پیداش کردم. ای غار بسون عبت گوران ابرام. ترانه یاش نوشت تنها. آدم پوچی مثل من کجا برد که جاش بشه، با چه زبانی گپ بزن. به یه شکلی به جنوب ارتباط دارم چون تو جنوب زندگی کردم. موسیقی جنوب رو همیشه دنبال میکردم و میشنیدم. اولی مستندی که ساختم دینگو مرا بود، اونجا مستند موسیقی ساختم اونجا که خیلی هم دیده شد و دیگه دوست داشتم در مورد ابراهیم منصفی بسازم و خیلی پژوهش کردم. ابراهیم منصفی هم واقعا به خاطر محبوبیتش نرفتم سراغش، به خاطر یک جرقه ذهنی بود که تصمیم گرفتم بسازم که تم اصلی این فیلم شد دیگه. یعنی اینکه آدمی که تو فضای رالیسم جادویی داره فیلمو میبینیم، آدمی که برگشته به این دنیا داره زندگیشو تعریف میکنه. اگر من تو ای اتاق مردم، بلکه هم خودکشیم که به کسی هم ربطی نی، که چطور زندگیم که چطور مردم. حالا تو بندر همه ترانه‌های من رو خونده. اگه خوبم اگه بد، اگه جانم اگه زشت، اگه با کلک دلم حکایت عشق نوشتم. وکاسه علاقه من به موسیقی هستم، اما چون اونقدر موسیقی بلد نیستم مثل خیلی حرفه‌ای ها، خب این کمک میکنه که فیلمی در مورد آدمهایی که موسیقی میزنن رو بسازن. یعنی اون موسیقیه میدونم که خب یه موسیقی میزنن خوبه، قویه، تاثیرگذاره، خب اینا کارشون انجام میدن، من از این آدمها فیلم بسازم. توی جنوب یه بخشی از زیستشون، زندگیشون شبیه به سرزمین‌های دیگه از جهان است، مثل امریکا جنوبی، مثل افریقا، که توی رویا هم زندگی میکنن و حتی با اونها در ارتباط هم هستن از دید خودشون. شاید تعریف رئالیسم جادویی برای جنوب خیلی جذاب باشه، و وقتی که من به این تم رسیدم که ابراهیم منصفی از دید خودش بخواد زندگیشو تعریف کنه، خب ما از همون اول تبدیل شد به یک فضای رالیسم جادی، آدمی که فوت کرده الان برگشته به این جهان و داره زندگیشو تعریف میکنه. مردن چطورین؟ وقتی امری چه عبی؟ وقتی امری کجا هره؟ مهنو همی جام. حالا تو بندر همه ترانهای من رو اخوندم. راحت جانم تو هستش، دین و ایمانم تو هستش، لیلی نامهربانم، روح مجنونم. ابراهیم خب میدونی که ابراهیم خیلی محفلی بوده، داخل بوده، یعنی همش توی اتاق بودن و تو خونه ها بودن. یعنی به شکلی که الان تو فیلم میبینی ابراهیم بیرونی نبوده، شهری و خیابانی نبوده. اما من چون ذاتا این فضا و این ریتم فضای شهری رو دوست دارم، ترجیح دادم که این فیلم رو به این شکل بسازم. خب این شکل ساختن باعث شد که اون موزیسین هایی که ابراهیم منصفی کار میکنن رو بیارم تو خیابون و شهر، و این دوتا رو با هم تلفیق کنم. من دوست داشتم که حدود مثلا 7-8 تا قصه مهم زندگی ابراهیم منصفی رو به تصویر در بیارم، مثل زندگی توی معبد هندوها، مثل عاشق شدنش، علاقش به گیتار، ترانه سراییش، آمیز و دوستش نامی، و حتی یه بخشایی از خودکشیش. اینا رو در آوردیم و بعد رفتیم سراغ ترانه هاش و شعراش، اونا رو هم خوندیم و این چند تا رو ترکیب کردیم.
سرم و دیوار زنم، سرم و دیوار زنم، داده کنم جار زنم، داده کنم جار زنم، وایه کنم و کشم از ته دل غار زنم. در مورد تخیل از اتفاقات واقعی که 6-7 بوده ما اومدیم قصه درست کردیم یا حتی میگیم رویا پردازی کردیم. آخر فیلم واکسچه اگر که نریشن پایانی رو شنیده باشید، از دیده ابرام میگه که الان من نمیدونم این قصه هایی که برای شما تعریف کردم واقعی بودن یا توی رویاهام بودن، اما رویا برای آدم زندگی درست میکنه، زندگی آدم ها با رویاهاشه. این فیلم هم یه جوری رویاییه و این برای من خیلی جذاب بود تا اینکه برم سراغ یک فضای مستندی که آدم‌ها و دوستای ابراهیم منصفی در مورد ابراهیم منصفی صحبت می‌کنن. قصه زندگیم رو که تعریفم که نادرم کدومش واقعین، نادرم کدومش رویان، ولی آدمی دلش به رویاش خوشه. همیشه من علاقه‌ام به سینمای داستانی بیشتر بوده تا مستند، اما مستندسازی برای من یه جذابیتی داشته به خاطر اینکه فقط فیلم نمی‌سازی، به یه شکلی یه زیست کامل داری توی فضای آدم‌های واقعی که حالا داری ازشون فیلم می‌گیری. و چالش برانگیز هم هست به خاطر اینکه تو سینمای مستند خیلی سخته که قصه تعریف کنی، شبیه سینمای داستانی کنی. من سعی کردم که نزدیک بشم که کسی که فیلم منو ببینه فاصله بین مستند و داستانی رو حس نکنه و فکر کنه که یه فیلم داستانی داره میبینه. دنیا نه جای موندنه، شادانت اینا شادره، مثل یه مرد چی چه کار بعد از اون روز دست یادره، نمیک رو زخمانو مری و عاشق بودم. عاشقی خو غار مزه بودو طوری زندگی بکنیم که تا حالا هیچ که زندگی نکرده، به کسی هم ربطی نی که چطور زندگی هم که چطور مردم.